و تو زندگی امیرالمومنین علیه السلام که نگاه کردم، هیچ کس مثل عمار یاسر نیست. هیچ کس. هر وقت امیرالمومنین یک مشکل ذهنی برای اصحاب برات میشون مثلا یک گوشه یک شبهه‌ای بده، این زبان این مرد مثل سیف قاطع رفت جلو قضیه رو حل. عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک گوشه لشکر هم است. با اسب میرفت از این طرف جبهه به اون طرف جبهه صفوف خودی خودش رسوندید. بله، یه نفر آمده وسوسه کرده که شما دارید با کی میجنگید؟ با مسلمان دارید میجنگید؟ با چه جرأتی این کارو میکنید؟ اونام نماز میخونن، اونام جماعت دارن. براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد. گفت جنجال نکنید، حقیقت را بشناسید. مضمون حرف عمار، گفت من این پرچمی که در مقابل شماست، این پرچم را دیدم که آمد به جنگ پیغمبر و زیر این پرچم همون کسانی ایستاده بودند که الان ایستادن. از این علامت بهتر ببینید چه علامت خوبی است. و این پرچمی را اشاره کرد به پرچم امیرالمومنین، دیدم که در مقابل اون پرچم بود و زیر او پیغمبر بود و همون کسانی که امروز ایستادن، یعنی امیرالمومنین. اشتباه چرا میکنید؟ چرا حقیقت رو نمیشناسید؟ خب اینا بصیرت دیگه. اینقدر که ما عرض میکنیم بصیرت، بصیرت یعنی این. امیرالمومنین میفرمود و لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. اول بصیرت، هوشمندی، بینایی، دارای قدرت فهم و تحلیل بودن و بعد صبر، مقاومت، ایستادگی. بصیرت خیلی چیز مهمی است. من سابقه مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. من در سال 88 مسئله بصیرت رو مطرح کردم، عده‌ای اینو مسخره کردن، بصیرت رو مسخره کردن. مسخره نداشت، واقعیت بود، الانم واقعیت. بصیرت معناش اینه که در فتنه، در بین غبار راه رو گم نکنید. این مهم. کجا هستند اون کسانی که این شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی بستند؟ عین عمار